کنم، حالا کافیه بیام متناوبا اینا رو با هم جمع بزنم. این در واقع میتونم بگم که زمان 30 دستور نهاییمون به این صورت محاسبه میشه، برابر میشود با 1 به علاوه 2 به علاوه 1 به علاوه 2 به علاوه 1 به این صورت، به علاوه 2 به علاوه 1 به علاوه 2 به علاوه 1 به علاوه 2. اگه دقت کنیم ما اینجا 5 تا 2 داریم، 5 تا 1 داریم، این برابر میشه با 15. یعنی جمع کلمون برابر میشه با 15 به علاوه 5، این برابر با 20 است. حالا اگر که من به یک صورت دیگه بیام این سوال رو در نظر بگیرم، اونم این هست که فقط بتونم سه تا دستور رو با هم فچ کنم، یعنی دیکود، اکزیکیوت و رایت بک امکان پذیر نباشه، سه تا رو نتونم با هم دیکود و اکزیکیوت و رایت بک کنم، اون موقع اگر شما بیایید این چارت زمانی رو بکشید، برای سه تا دستور اولمون همین 5 کلاک نیاز هست. چرا؟ چون اینا با هم فچ میشن، دو تا با هم دیکود میشه، بعد دو تا با هم اکزیکیوت و اینجا دوباره این دیکود اینجا میفته، یعنی اینجا اگر این فضای خالی اینجا جایگزین میشه و نهایتاً دو تایی که اکزیکیوت شدن رایت بک میشن، این اکزیکیوت میشه و نهایتاً رایت بک میشه. یعنی در واقع این فضای خالیه فقط یه واحد میره اون بعد و دوباره 5 تا کلاک نیاز هست. ولی با همین فرمت اگر پیش برم، سه تا دستور در نظر بگیریم، باز هم به اندازه 2 کلاک اضافه تر میشه، یعنی ستای دوم در کلاک 7 تمام میشه، ستای بعدی در کلاک 9، کلاک 11 به همین صورت. که اگه بر این اساس پیش برم، اون 10 تا دسته ستایی که دارم هر کدوم 2 کلاک اضافه است، میشه 10 دو تا 20 تا به علاوه 5 میشه 25. پس میتونیم اینا هم اینجا لحاظ کنیم، گم که در صورتی که فقط مرحله فچ برای سه دستور امکان پذیر باشد، آنگاه سه دستور اول در 5 پالس ساعت و 30 دستور بعدی در 10 در 2 پالس ساعت اجرا می شوند. پس میشه 20 به علاوه 5 که برابر با 25 هست. یعنی بر این اساس بخوایم پیش بریم، گزینه 2 درسته، بر اساس همون اولی پیش بریم گزینه اول درست هست. پس میتونم بگم که هم گزینه 1 میتونه درست باشه، هم گزینه 2 میتونه درست باشه. خب تست بعدی از کنکور 87 مهندسی کامپیوتر هست. میگه یک پردازنده را در نظر بگیرید که دارای 5 مرحله واکشی، دیکود، اجرا و دسترسی به حافظه و ذخیره حاصل است. فرض کنید که هر یک از این مراحل در یک سیکل ساعت انجام می شود. این پردازنده دارای 4 کلاس مختلف دستور است. جدول زیر جدولی که در اسلاید بعدی هست که الان میاریمش، سیکل مورد نیاز متوسط نرخ حضور کلاس‌های مختلف دستورات را نشان می‌دهد. برای انتقال داده از یک دستگاه ورودی به حافظه که از روش دایرکت مموری اکسس یا DMA استفاده می کنیم، که در سیکل هایی که پردازنده به حافظه دسترسی ندارد عملیات انتقال انجام می شود. کار روش DMA را هم توضیح می دیم بعدن. میگه با فرض انتقال یک کلمه در یک سیکل، حداکثر تعداد کلماتی که در یک ثانیه می توان انتقال داد چند میلیون کلمه است. فرض کنید پردازنده به طور متوسط در هر 10 ثانیه 10 میلیون دستور را اجرا می کند. زمان تنظیم اولیه DMA را هم بیایید صرف نظر کنید. خب کافیه بیایم در این جدول